فلسفه هندی در شعر سهراب سپهری. سهراب سپهری یکی از معدود شاعرانی است که دستگاه خط فکری خاص خود را دارد. به همین سبب برای فهمیدن شعر سپهری با کلید آن ساختمان آشنایی داشتن لازم است. اگرچه این شاعر بدعت گذار یک جهان بینی خاصی دارد، ولی وی مانند برخی شاعران بزرگ در همه آثار خود طرز بکر و نگریش خاص را مطرح کرده است. سیمای امتیازی فلسفه سپهری یکی سازی فلسفه های گوناگونی است و همواره خواندن و اندیشیدن وفادار بود. ساعتها با مطالعه و اندیشیدن می پرداخت و فلسفه و عرفان با این دو موضوع عشق وافری داشت. او با آشنایی عمیق با زبانهای فرانسوی و انگلیسی و تا حدی ژاپنی این امکان را داشت که حوزه‌هایش را گسترش بدهد. سپهری البته با دید عرفانی و فلسفی به جهان نگریست و برای افزایش آگاهی خود پیوسته مشغول بود و شاید بتوانم بگویم که در زمینه فلسفه و ادیان تاریخ طبق کریم امامی که از دوستانه و میگوید که از کتاب خوانده ترین آدم هایی بود که شخصا می شناختم. در ابتدا به فارسی و فرانسوی کس نمی توان بدون آشنایی با افکار و اصطلاحات مذکور آثار ویرا شرح بدهد. در اشعار مجموعه بادی یعنی صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، دستگاه فکر و فلسفهش دیده می شود که از تار و پودهای مختلف بافته شده است و آن به طور اجمالی می شود در سه بخش تقسیم کرد: اول فلسفه ایرانی، دوم فلسفه هندی، سوم فلسفه غربی. فلسفه هندی که اینجا مطرح شده، سپهری در شعر خود وقتی که نگاه جدیدی به هستی و انسان و زندگی می اندازد، در شعرش نیز شور و فرزانگی و ایمان عارفان قدیم ایران و زبان و آهنگ و تنین شعرهای صوفیان پارسی مانند غزلیات مولانا را می توان سراغ کرد. همونطور نگاه و صدای فلسفه بزرگان هند مخصوصا بودا از شعرش می تراود، چنانکه حسامی یکی از منتقدان ایرانی و فارسی می گوید که ساده ترین حقایق را ساده می توانست در یک جمع بزرگ ساکت بنشیند. اصلا سکوت با او بود، بخشی از وجودش بود، انگار در رود درون خود غرق بود، آرامش یک کاهن بودایی را داشت و در عین حال می دیدی که بودایش و رنجهای زندگی را تحمل می کند مثل بودا. به همین دلیل در اشعارش مفاهیم و معانی این گونه یا نزدیک تر از آن که در اساطیر و ادبیات و ادیان هند ذکر شده است به نظر می آید. اگرچه در شعر سپهری نباید همیشه تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم این نوع را جستجو کرد، اما گاهی از اشعارش آگاهی عمیق فلسفه های هندی حکایت می شود، مخصوصا در مجموعه های مانند شرگندو، آوار آفتاب یا صدای پایاب به فراوان این گونه چیزها دیده می شود. همون سالهایی بود که او به تازه مسافرت کشورهای شرق زمین به شمول ژاپن و هند کرده بود و از گهواره های فلسفه و فکر تاثیرات زیادی گرفته بود. در شعر که به عنوان ساده رنگ سروده می گوید منو دا می خانم گاهی نیز، طرح می ریزم سنگی، مرغی، ابری و به جای دیگر. می گوید در بنارس سر هر کوچه چراغ ابدی روشن بود. میان شهرهای مقدس هندوان بنارس خیلی مشهور است. این شهر که بر ساحل آب گنگ مقدس واقع است، نزد برهمنان مقامی والا می دارد و آنجا هر سال میلیون ها نفر از هندوان به زیارت می آیند و نیز برای بودایان و پیروان دین جین و اسلام هم مقدس است. بسیاری از آنها
و پیروان دین هندوان سناتن این شهر مجاور و در این شهر مجاور گوشه نشین می شوند تا پس از مرگ آنجا به نظر آتش بشوند. پس باید گفت که در هر گوشه بنارس ادیان و مذاهب گوناگون حیات خود ادامه می دهد. حزین لاهیجی می گوید از بنارس نروم معبد عام است اینجا، هر برهمن بچه لکشمن و رام است اینجا. و سپهری در شعر مسافر می گوید من مفسر گنجشک های در ره گنگم و گوشوار عرفان نشان تبت را، برای گوش به آزین دختران برانس کنار جاده سرناز شرح داده ام. به دوش من بگذار ای سرود صبح وداها تمام وزن تراوت را که من دوچار گرمی گفتارم. تاریک هندوان در آب گنگ مقدس که از کنار شهرهای بنارس و الهاباد می گذرد شستسو می کنند، همونطور گنجشک هم در آب تن می شوید. از این رو گنجشک اینجا به چند اعتبار رمز هندویی است. صدای گنجشک ریز و تون و نامفهوم مثل صدای هندوان به وقت شستسو می شود، اما شاعر ادعا دارد که می تواند اعمال عینی هندوان را تفسیر بکند که این شستشو برای محو کردن غبار عادات است و سرنات اسم جاده ای است که بودا از آن به سوی بنارس رفت و زیر درخت انجیر معبد نشست و همین جا است که اشراق عظیم بر او تابید و چهارمین حقیقت جاودانی را کشف کرد. سپهری پس از مجموعه شعرش مرگ رنگ توجه بیشتری به فلسفه های هندی گذاشت و ذهن خود را از قید بندهای اجتماعی رهانید و پیوندهای خود را با پیرامون قطع کرد و اکنون استعاره هایی از توجه به مردمانی که همزمان او بودند و جامعی که در آن او خوش زندگی می کرد و دنیایی که در خشم و شکاوت و زشتی غوطه می خورد در شعرهایش به نظر می رسد، بلکه تمام نگاهش را معطوف به دنیای درون و پیوسته به اندیشه شخصی می کند. سپهری خود از شرق است، اما نگاهش و روحش به شرق دور توجه می کند و این راستین انتخاب اوست که تادم حیات به ان علاقه من مانده بود. آنچه که پس از سیر اندیشه سپهری در مجموع زندگی خوابها استنباط می شود این است که باید این شرق را بیشتر در جذبه و جذبه های آینه بودا منحصر و جستجو کرد و می گوید در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد، مغرب جان می کند می میرد. کامیار عابدی که یکی از منتقدان معروف سهراب سپهری است، وجوهات و علل و علاق مندی سپهری به هند که خواستگاه بوده است مطرح می کند و می گوید شاعر هشت کتاب شخصیت درونگرایی داشت و این خصیصه در پناه بردن به میانی و جلوه های گوناگون عین بوده حفظ می شود. گذشته از این شاعر با همین ویزگی به دنبال یک کار کردهای حج و آمیز و تغییر کننده و نادرست فرهنگ و آیین‌های غربی کمک میکند. نگاه شاعر بدین ترتیب از زندگی اجتماعی و حتی فردی خیش به عنوان یک فرد ایرانی در دهه 30 و 50 به فلسفه و اندیشه‌های هندی تغییرات یافت. روشن است که چنین تفکر و اندیشگی و نیز پاسخ پرسش های مثلا وجود و خواستگاه کائنات و انسان به خصوص به فلسفه های هندی بیان می شود و برخلاف فلسفه غربی در این باره ساکت نیست. تفکر هندی به این پرسش که چرا اصولا فلسفه ای باعث شد پاسخ می دهد، چون کرما یعنی زایش دوباره هست، کرما وجود دارد از این رو که جهل و غفلت است. چون درد موجود است پس درد هم نقطه آخر این تسلسل است و هم نقطه آغاز چنین جریان معکوس. همه چیز درد است و همه چیز گذر است.
متشکر.